سلام، به صفحه دو خوش آمدید. از دوشنبه شب که بالاخره تشکیلات دولت ترامپ تصمیم گرفت روند انتقال قدرت به دولت بایدن را آغاز کند و با اعلان نام اعضای تیم سیاست خارجه دولت بایدن کم کم می شود تصمیری دقیق تر از آنچه در انتظار جهان بعد از ترامپ است به دست آورد. همزمان در خاورمیانه تحولات و تحرکات بسیار جدی در جریان بوده. مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ که خود را معمار صلح ابراهیم در خاورمیانه می‌داند و البته بلندپروازی‌های انتخاباتی برای دور بعدی هم دارد، هفته هاست که جلسات متعددی با رهبران منطقه داشته و ناگفته پیداست که در بسیاری از آنها هم نام ایران به میان می‌آید. بعید است که هیچ تشکیلاتی در کاخ سفید به اندازه دولت ترامپ به دل تندروها در اسرائیل راه برود. اما آیا می‌شود حد زد که تل‌آویو و ریاض از واشنگتن در قبال ایران چه می‌خواهند؟ آنها از عملکرد دولت اوباما در مذاکرات برجام و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان ناراضی بودند. آیا دولت بایدن با رقبا و دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی مشابه دولت اوباما برخورد می‌کند؟ دو میهمان داریم. یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست خارجه و سیاست گذاری عمومی در دانشگاه ویرجینیا تک از آرلینگتون، و حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین کردستان عراق از بروکسل. البته پیش از شروع بحث با دو میهمانمون، همکارم اهرداد فرهمند با ماست، خبرنگار ما در مسائل خاورمیانه، که جزئیات بیشتر از اون چه که این روزها در منطقه گذشته رو به ما بگه. مهرداد، ممنون که قبول کردی به برنامه بیایی. ممکنه به من بگی که چه اتفاقی افتاده در روزهای اخیر در منطقه که قابل توجهه؟ میدونیم که خبرهایی بود از یک جلسه‌ای بین مایک پومپو و نتانیاهو و بن سلمان که بعد مقامات عربستان تکذیب کردند. جزئیات بیشتر چی میدونیم؟ اون چه اتفاق افتاده به نظر میرسه که عربستان داره خودش رو آماده میکنه که تطبیق پیدا بکنه با رئیس جمهور بعدی آمریکا، که به نظر میرسه که جو بایدن باشه. قبلا هم همیشه این اتفاق برای عربستان افتاده بود. این نخستین بار نیستش که نتیجه انتخابات در آمریکا اون چیزی نیست که مطلوب عربستان بوده. در 4 سال پیش هم که آقای ترامپ نامزد ریاست جمهوری بود، هنگامی که مشغول تبلیغات ریاست جمهوریش بود، به نظر میرسید اون زمان عربستان و متحدانش به خصوص امارات خیلی روی هیلاری کلینتون حساب می‌کردند و در واقع می‌خواستند که دموکرات‌ها رأی بیارن، هیلاری کلینتون رأی بیاره. چون آقای ترامپ انتقادهایی کرده بود از سیاست‌هایی که آمریکا نسبت به عربستان داشته، خیلی واضح می‌گفتش که اگر ما نباشیم 24 ساعته ریاض سقوط می‌کنه و نمی‌تونن این کشور رو بدون حمایت مستقیمان نگه دارند، و اگر که بخوان که این چنین حمایتی ادامه پیدا بکنه باید هزینهش رو بدن. یعنی لحن تحقیرآمیزی نسبت به عربستان داشت. اما بعد از اینکه روی کار آمد، همین خواسته آقای ترامپ رو عربستان براش برآورده کرد. یعنی آنچه که هزینه حساب میشد رو داد، خیلی قراردادهای عظیمی با آمریکا بست، بزرگترین خرید تسلیحاتی از آمریکا رو در طول تاریخ عربستان انجام داد، بیش از 100 میلیارد دلار اگر که مجموعش رو بخوایم حساب بکنیم. همچنین سرمایه گذاری آمریکا روی پروژه‌ای که محمد بن سلمان داره به عنوان پروژه عربستان 2030، که قراره که کلا عربستان رو تمام زمان اصلا شکلش رو دگرگون بکنه، و عربستان تبدیل شد به یار نزدیک آقای ترامپ. و حالا هم در واقع اظهار نظرهایی که مقام‌های سعودی می‌کنند این چنین برمیاد که خودشون رو می‌خوان تطبیق بدن با آقای بایدن. صحیح. حتی اگر با گذشته دورتری هم برگردیم، نسبت به باراک اوباما هم همین طور بود، و در زمان باراک اوباما رابطه نزدیک خودشون رو با آمریکا حفظ بکنن. رابطه عربستان و آمریکا گام‌هایی توش برداشته شده که با تغییر رئیس جمهور آمریکا اونها رو نمیشه به نقطه ما قبلش برگردوند. در مورد عربستان و آمریکا به نکات جالبی اشاره کردی، اما نسبت به 4 سال پیش یه چیزای خیلی جدی‌تری هم در منطقه تغییر کرده. به نظر میاد که دو رقیب، یا بهتر بگیم یک رقیب و یک دشمن ایران در منطقه، ظرف 4 سال گذشته بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم نزدیک شدن.
چقدر اسرائیل و عربستان الان واقعا همراه و همدل هستند برای برخورد با ایران و دولت بایدن در این زمینه چقدر با اینها میتونه کنار بیاد؟ در همدلی و همراهی عربستان و اسرائیل در مقابل ایران تغییری ایجاد نشده. حتی اگر که در اسرائیل آقای نتانیاهو هم بره کنار، در خصوص سیاست‌هایی که اسرائیل نسبت به ایران داره، نسبت به جانشین احتمالیش که آقای گانس باشه، این هیچ تغییری دیده نمیشه. او هم خواهان ادامه همین سیاست هاست و آمریکا هم ازش نمیشه انتظار داشت که بیاد عربستان و اسرائیل رو رها کنه بره مثلا جانب ایران رو بگیره. باز هم سیاستی که آمریکا در مقابل آنچه توسعه ایران و ادامه نفوذ ایران در منطقه میدونه، این سیاست هم در زمان آقای بایدن ادامه پیدا خواهد کرد. الا موضوع اینجا موضوع برجام هست و فعالیت هسته‌ای ایران که نشانه های آقای بایدن بروز داده که خواهان در واقع بازگشت به برجام هست و این چیزی نیست که مطلوب عربستان و اسرائیل باشه. اما به صورت سیاست کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که همچنان آمریکا در کنار عربستان و اسرائیل خواهد بود در مقابل ایران، تا زمانی که ایران تجدید نظر کلی و اساسی در سیاست خارجیش بکنه و رفتارش در سیاست خارجیش تغییر بده. در این تغییر رفتار چه گزینه هایی در واقع مطرح هست؟ مسئله اتمی میدونیم که مسئله جدی هست، اما ظرف سالهای اخیر یک چیزهای دیگه هم اضافه شده. مسئله همین قضیه بلندپروازی های ایران در منطقه، مسئله پرونده موشکی که به نظر نمیاد که آمریکا از اینها حتی در دوره بایدن بتونه به راحتی بگذره. دقیقاً، یعنی که نوع عمل کرده ایران چیزهایی است که سیاست خارجی آمریکا در نقطه مقابلشه، صرف نظر از اینکه آقای دونالد ترامپ در سر کار باشه یا جو بایدن یا هر کسی دیگری در آمریکا سر کار باشه. آنچه در مرحله اول به نظر میرسه که بخوان که حل بشه مسئله یمن هست، که بخوان که ایران گامی برداره به سوی حلش. عربستان نمیخواد که به عنوان بازنده از یمن خارج بشه، اما در حالی است که در اونجا در نوعی بنبست گیر کرده و فکر میکنم بیش از هر چیزی بخواد قبل مسئله یمن براش حل بشه، چون هزینه‌ای که یمن براش داشته، همچه از لحاظ اینکه 5 سال در اونجا میجنگه بدون اینکه هیچ پیشرفتی کرده باشه، مورد طعن و کنایه و انتقاد شدید در سطح بین‌المللیه به خاطر عمل کردش در جنگ یمن و نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. در این حال هم نمیخواد به عنوان بازنده و در حالتی که چیزی که از پیش نبرده از یمن بیاد بیرون. اینجا اگر که ایران بخواد گامی برداره که بتونه در یک نقطه وسطی با عربستان برسه و در واقع به یک توافقی در یمن برسه، در خصوص در یمن برسه که هر دو طرف بتونن توش راضی باشن، این میتونه گام خیلی بزرگی باشه که در تغییر ایجاد بکنه در موقعیت ایران در خاورمیانه. و در کنارش اگر که برجام هم بخواد دوباره احیا بشه، اون هم چیزی که ایران رو میتونه موقعیتش رو بهبود ببخشه. و اینا اتفاقاتی است که در زمان آقای بایدن احتمال رخ دادنش بیشتره تا اینکه مثلا اگر آقای ترامپ بر سر کار میموند. اما از سوی دیگه ایران هم خودش الان وضعیت اینکه سیاست خارجیش در آینده بخواد به چه سمتی پیش بره برای شاید آمریکایی‌ها و عربستان خیلی واضح نیست، که خب چند ماه دیگه رئیس جمهور آینده‌ای برای ایران تعیین خواهد شد. درسته. و آیا ایران می‌خواد با نوعی سیاست خارجیش رو با سیاست رئیس جمهور آینده‌اش تضمین بکنه که به سوی انعطاف پیش بره، یا اینکه نه بخواد که همچنان موضع سرسختانه‌ای پیش بگیره؟ این چیزیه که به نظر می‌رسه که برای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها هنوز واضح نیست. ممنونم مهتاد فرهمند، خبرنگار ما از منطقه خاورمیانه، متشکرم از تو. اما اجازه بدید بحث رو با دو مهمان برنامه ادامه بدیم، آقای عزیزی و آقای دستپیش. آقای عزیزی از شما بپرسم، آقای خامنه ای امروز گفته مذاکره برای رفع تحریم را یک بار امتحان کردیم، به نتیجه نرسید. به نظر شما این موضع قطعی جمهوری اسلامی است؟ با عرض سلام خدمت شما، بینندگان محترمتون و مهمان گرامی برنامه. خب ببینید، صحبتایشون رو باید جامع در نظر بگیریم. اتفاقاتی که در مورد روابط ایران و آمریکا در طول این 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی افتاده، نشون دهنده اینه که هر بار ایرانی‌ها دست دراز کردن، در موضوعی کمک کردن با آمریکا یا در موضوعی راه اومدن با آمریکایی‌ها و سیاست‌های خودشون رو تعدیل کردن، متأسفانه
آمریکایی‌ها از اون طرف اون انتظاری که بوده نسبت به قرارداد یا نسبت به اون حالا گودویل که میگن اون در واقع رابطه حسنه‌ای که برقرار بشه، اون پاسخ رو به ایران ندادن، اون پاسخ مورد انتظار ایران رو به ایران ندادن. برای همین این مسئله برای بسیاری از سیاستگزاران و مردم ایران هست که خب هر دفعه که ما در واقع کوتاه اومدیم یا سعی کردیم بر اساس دیپلماسی روابطمون رو ایدئال بکنیم، روابطمون رو بهتر کنیم، در مسیر بهتر شدن قرار بدیم، متاسفانه سیاست داخلی آمریکا یا فشار لابی ها یا هر علت دیگه باعث شده که دوباره مسئله به سمت ما برگرده. متوجهم، ولی آیا شما فرقی نمی‌بینید بین مثلا دولت بایدن و دولت ترامپ در این زمینه؟ با توجه به تمام سختی‌هایی که ایران درش هست، در این لحظه باید در واقع روی این قضیه صحبت کرد. ببینید، در مورد رفتار هیئت تصمیم‌گیر سیاست خارجی آمریکا در هر دو حزبشون و اون استبلیشمنت سیاست خارجی آمریکا در مورد اینکه میخوان ایران رو مهار کنن، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی رو مهار کنن، در این شکی نیست. در چه چیزی تفاوته؟ در استراتژی‌هاشون، رفتارشون، و این باعث میشه که بله، اومدن آقای ترامپ یا اومدن آقای بایدن تفاوت میکنه. در چه زمینه؟ در این زمینه که هر کدوم از اینها که بیان فرصت‌های جدید و تهدیدهای جدید و متنوعی رو جمهوری اسلامی میزنن که جمهوری اسلامی نیازمند اینه که بر اساس اونها روابط خودش رو تنظیم بکنه. خب این به معنی نیست که آقای بایدن که میاد یه دفعه همه چیز اوکی بشه، وضعیت اقتصادی گل و بلبل بشه، آقای ترامپ بیاد مثلا میومد جنگ میشدش. نه، این معنی رو نمیده، بلکه اون صفحه شطرنج بازی تغییر میکنه، مهره ها تغییر میکنه. راجع به این مهره ها باید دقیق تر صحبت کنید. اجازه بدیم آقای دستپیش وارد این بحث بشن. آقای دستپیش، نمیشه از دو مهره اصلی این بازی چشم پوشید؟ اسرائیل و عربستان، با توجه به در واقع نگرانی که این دو کشور از قدرت گرفتن ایران دارند، فکر میکنید با اون چه که ظرف هفته اخیر در منطقه دیدیم، آیا این دو کشور روشن هست براشون که از تشکیلات آینده کاخ سفید چه میخوان در قبال ایران؟ خب ببین، بنده فکر میکنم که تصور اسرائیل و عربستان سعودی به نسبت جمهوری اسلامی یک تصور امنیتی است، یا به عبارتی میتونیم بگیم که ترس امنیتی است، به این معنا که جمهوری اسلامی چه از لحاظ هویتی که داره، چه از لحاظ رفتاری که در سطح منطقه داره، و چه از لحاظ نوع عملکرد و تاریخی که در این منطقه داره، بیانگر اینه که این تهدید برای این کشورها همچنان وجود داره. خب سطح این تهدید نسبت به اسرائیل و عربستان سعودی فرق میکرد، به این معنا که قبلا اسرائیل در مرکز و فوکوس تمام این مسائل بود و در سالهای اخیر عربستان سعودی هم به اون اضافه شد. این به این معناست که در حال حاضر یک ترس امنیتی مشترک میان اسرائیل و عربستان سعودی به نسبت جمهوری اسلامی وجود داره، و این ترس ناشی از اینه که جمهوری اسلامی تمام راه‌های یا تمام مسیرهایی که امنیت اسرائیل و سعودی رو به خطر بیندازه در اونها در مناطق وجود داره و اونها رو تهدید میکنه. و همین دلیل تصوری که این دو کشور از ادمنستریشن جدید ایالات متحده دارن اینه که بتونه در قبال کنترل بیشتر جمهوری اسلامی، یا به عبارتی عادی کردن بیشتر جمهوری اسلامی به نسبت رفتاری که در منطقه داره، با اونها همکاری کنه. خب این بستگی به این داره که آقای بایدن آیا با همون چشمی که به اسرائیل نگاه میکنه به عربستان سعودی هم مینگره. خب اسرائیل در ماهای اخیر، در یک سال اخیر، سعی کرده به یک نوع صلح پایدار با عرب سنی برسه. خب این باعث میشه که مسئله امنیت اسرائیل و کشورهای عرب سنی به نوعی به هم مرتبط بشه یا ارتباط پیدا کنه. در مجموع آقای بایدن با پازل جدیدی روبروست که آیا کشورهای عرب سنی رو با اسرائیل در رابطه با ترس امنیتی که در باره جمهوری اسلامی دارن در یک کاتگوری قرار میده یا نه، سیاست‌های متفاوتی رو اتخاذ خواهد کرد. بذارید راجع به این یه مقدار جزئی تر صحبت بکنیم. راجع به آنتونی بلینکن صحبت بکنیم که میدونیم خودش یک یهودی هست، دو نفر از اعضای نزدیک خانواده‌اش از بازماندگان هولوکاست هستند، گرچه که خودش آدم میانه روی حساب میشه، از نزدیکان با آقای اوباما هست، از تیم مذاکره کننده برجام هست، اما به هر حال مسئله اسرائیل برای خود او و همینطور کل اون تیمی که با او کار میکنن هم به نظر نمیاد که مسئله پیش پا افتاده ای باشه. فکر میکنید که چقدر
با توجه به این مهره هایی که الان میبینیم چیده شده، آقای بایدن میره به سمت اینکه یک رفتاری مشابه رفتار اوباما در منطقه داشته باشه های دست پیش، یا نه فکر میکنید که مشابه اون رفتار رو هم نخواهیم دید؟ بنده فکر ببینید، اتفاقا یه قسمت از مسابقه آقای بلینکن با سی ان ان که اخیرا انجام داده پخش شد که در اینجا مشخصا و خیلی صریح داره انتقاد میکنه به جمهوری اسلامی بعد از برجام. خب یکی از پایه های نظری آقای بلینکن مقابله با مشکلات بین المللی یا مقابله با اسلحه ها یا تجهیزاتی که میتونه امنیت بین المللی رو به خطر بندازه. آقای بلینکن در تصور خودش خب طبیعتاً نمیتونه مثل آقای پومپئو باشه، ولی میتونه یک سیاستمدار چند جانبه‌گرا باشه، به این معنی که بتونه از پتانسیل‌های بین‌المللی استفاده کنه تا اون کشورهایی که قاعده بین‌المللی رعایت نمی‌کنن بتونه وارد قاعده بین‌المللی بکنه. به همین دلیل این فرد نگاهش نسبت به روابط بین‌المللی یک سیاست نگاه چند جانبه‌گرایانه. خب در این حوزه بنده فکر می‌کنم که به امریکا و اروپا کمک خواهد کرد که توپ رو در زمین جمهوری اسلامی بندازن، به این صورت که جمهوری اسلامی بیشتر به قواعد و بازی پایبند بشه که در عرصه بین‌المللی مقبوله. در مجموع نگاه آقای بلینکن یه نوع تغییر از یک جانبه گرایی که اداره ترامپ آقای پومپئو پیروی میکرد به سمت یک چند جانبه گرایی، اما این چند جانبه گرایی طبیعتاً به سمت جمهوری اسلامی نیست، بلکه به سمت اون نهادها، به سمت اون کشورها و به سمت اون بازیگرانی است که اساساً در حوزه اتلانتیک در سالهای اخیر تونسته بودن سیاست و قدرت رو در عرصه بین‌المللی به نوعی هدایت کنن. اشارات آقای دستپیش رو شنیدید آقای عزیزی، میخوام نظرتون راجع به این صحبت ها بشنوم. و همینطور مشخص هست که به هر حال در سطح عالی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی هم نظر همین هست، مشابه این حرف هایی که زده شد، این که به هر حال هر ادمنستریشنی در کاخ سفید باشه با ایران مسائل جدی داره، حالا میتونه نوع این مسائل فرق بکنه یا شدت ضعفشون فرق بکنه. با همه اینها آیا فکر می‌کنید؟ من میتونم یه نکته رو بله بفرمایید. هفته‌ی قبل ببخشید. یه نکته رو اشاره کردم، بنده فکر می‌کنم که خیلی یعنی نوع نگاهشون نسبت به روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده درست نیست. ببین مشکل جمهوری اسلامی با ایالات متحده مشکل هویتیه و شروع اونم با رفتار غیر دیپلماتیک و غیر متعارف جمهوری اسلامی شروع شده و هر یک از ادمنستریشن‌هایی که در ایالات متحده سر کار اومدن خب طبیعتاً این بک‌گراند رو بهش اضافه میکنن با اون چیزی که یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی در این سالا انجام داده. به همین دلیل بنده فکر میکنم که مشکل اساسی در ذهنیت جمهوری اسلامی به نسبت روابط بین‌الملل در سطح کلانون و به نسبت به ایالات متحده به خصوص. بله بفهمید آقای عزیز. بله، به جز مورد آخری که گفتن که خب بسیاری از مواردی که قبلش بیان کردن نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای بود، اما در قسمت آخر نمیخوایم وقتمون رو بذاریم، بالاخره ما کودتای 1332 رو داشتیم، 1952، و ما شرایط آمریکا رو دیدیم تو جنگ تحمیلی و دیگه واضح‌ترینش همین مسئله برجام. من فکر میکنم به اون نپردازیم، ما برگردیم به بحث اصلیمون. ببینید این صحبت خیلی درسته، ما باید یه ذره بین این دو نگاهی که در آمریکا بود اول فرق قائل بشیم تا بفهمیم سیاست‌های اوباما و بایدن چی بوده، سیاست ترامپ چی بوده. ببینید آقای اوباما و آقای بایدن اینها همونطور که گفتن یک نگاه همه جانبه چند جانبه گرایی دارن، مخصوصا اتحاد رو با کشورهای حوزه اروپا، کشورهای دو طرف آتلانتیک، اقیانوس اطلس، این رو میخوان ترمیم بکنن. برای اینکه سیاست همیشگی آمریکا این بوده بعد از جنگ جهانی دوم که هر کاری میخواد در مسیر جهانی انجام بده، جهانی سازی و هژمونی جهانی خودش، دور خودش یه سری متحد جمع کنه و بهترین متحدها هم خب اتحادیه اروپا هستن، کشور اروپایی، و بعد سیاست‌های خودش رو اعلام کنه. در مورد ایران نکته‌ای که وجود داره، حداقل سه دهه این رو تجربه کردن، خود آقای اوباما در دور اول هم تجربه کرد که فشار حداکثری، فشاری که در واقع خواسته باشه، خواسته نامعقول از طرف ایران، یعنی شما مثلا فرض کنید خواستش این بود که ایران هیچ گونه اینریچمنتی، در واقع غنی سازی اورانیوم نباید در خاک خودش داشته باشه. خب این وقتی که این باشه شرایطی که میذارن، دیدن که به در بسته میخوره. البته فشار حداکثری دولت اوباما برای این بود که ایران رو برگردونه سر میز مذاکره، یادتون هست، یعنی فرق میکرد با اون خواسته ای که دولت ترامپ داشت.
دقیقا همطوره. ببینید در واقع اونها میخواستن با فشار حداکثر ایران رو باعث بشن که در واقع اون مسئله هسته‌ایشو توانمندی هسته‌ایشو کم بکنه بیاد سر میز مذاکره، اما این اتفاق نیفتاد. تمام مسائل تحریمی روی همه موارد زندگی مردم و اقتصاد ایران تاثیر گذاشت، جز دو صنعت، صنعت هسته‌ای، صنعت نظام. اون چیزی که باعث شد ایران برگرده به در واقع اون مذاکرات برجام اتفاق بیفته، اون مذاکرات محرمانه عمان بود که در اونجا آمریکایی‌ها، دولت اوباما مخصوصا در دور دومش، همون ماهای اول دور دوم دولت آقای اوباما، قبول کردن که ایران به صورت محدود در خاک خودش غنی سازی انجام بده. وقتی این رو قبول کردن، دعوایی که 12 سال بود ایران و آمریکا داشتن، خب مذاکرات برجام انجام شد. اما اینو توجه کنید، ببینید دولت‌های آمریکا فرقی هم نمی‌کنه، جمهوری خواه یا دموکرات، اینها میخوان از خاورمیانه خارج بشن. خاورمیانه الان اون ارزشی که در زمان جنگ سرد و حتی بعد از جنگ سرد داشته رو براشون نداره. حالا بحث انرژی هست، یه بحث دیگه جدا باید بحث بکنیم. الان اون چیزی که مهمه براشون چینه، اون چیزی که براشون مهمه شرق اروپا هستش، جنوب شرقی دریای جنوب چین هستش و همینطور شرق آسیا که کره شمالی هستی که یه تهدید بمب اتمی متوجه. ولی فکر می‌کنید آیا در واقع شرکای منطقه‌ایشون رو رها می‌کنن با این نگاه؟ اینو می‌خوام بگم کاری که آقای اوباما می‌خواست بکنه و آقای بایدن هم دنبالش هست اینه که به وسیله شروع یک مذاکره با ایران که از هسته‌ای بود به توافق برسن و بعد به مسائل منطقه‌ای و امنیت منطقه‌ای برسن که ایرانی‌ها هم موافق اون قضیه بودن اگر برجام به نتیجه می‌رسید، اون وقت یه بالانس قدرتی در منطقه، در حوزه خلیج فارس بین ایران و عربستان و در منطقه بین اسرائیل و ایران و عربستان و حالا ترکیه، بین اینها ایجاد کنن که در واقع مطمئن بشن از شرایط منطقه و بعد کم کم نیروهاشون رو خارج بکنن. اما چیزی که آقای ترامپ اومد و خراب کرد در واقع همه چیز رو اینه که خب نگاه آقای ترامپ، حالا میگم باید دوباره جدا در موردش بحث بکنیم، این بود که با فشار حداکثر ایران رو به زانو در بیاره و بعد نیروهای خودش خارج بکنه. و دیدین نیروهای خودش در افغانستان و عراق رو می‌خواست خارج بکنه، تو همین اواخر هم نگه داشته بود، میزان زیادیشون هم خارج کرده. برای همین نوع نگاه، این تفاوت نگاه، بله اینها نمیخوان که امنیت اسرائیل از بین بره، نمیخوان امنیت عربستان، هیچ کدوم از این گروه ها از بین بره، اینا میخوان یک بالانس قدرتی بین ایران، عربستان، اسرائیل ایجاد کنن که این کشورها نتونن همدیگر رو تهدید کنن. خیلی کوتاه بگید آقای عزیزی، اگه بخوایم خیلی شسته رفته بگیم، الان عربستان و اسرائیل که به نظر میاد خیلی به هم نزدیک هستن، نگاهشون به هم نزدیک هست، دقیقاً چه میخوان از دولت و تشکیلات آقای بایدن؟ ببینید من فکر میکنم این اصلا جلساتی هم که این همین یکی این چند روزه بوده برای هماهنگی بیشتر بوده که در عرصه منطقه‌ای و در عرصه داخلی آمریکا چه اتفاقاتی انجام میده. در عرصه داخلی آمریکا توسط لابی هاشون فشار حداکثری میذارن دولت بایدن در مورد حال بازگشت به برجام یا همکاری با ایران، که ما اینو در زمان دولت اوباما هم دیدیم، فشار حداکثری روی دولت اوباما از طرف حتی سناتورها و کنگرسمنهای عضو حزب دموکرات که در واقع هاکیش بودن، طرفدار اسرائیل و عربستان بودن، که اینها فشار می آوردن. در مسائل منطقه‌ای هم به نظر من بزرگترین کاری که اینها میخوان بکنن، میخوان پروژه بی‌ثبات سازی منطقه رو با شدت بیشتری ادامه بدن، چون هر چقدر کشورهای منطقه و کلا منطقه خاورمیانه بی‌ثبات تر باشد، این توجیهی میشود برای اینکه آمریکا وارد منطقه بشه به صورت نظامی. آقای دستمش با این تحلیل موافقید؟ نه. ببینید خود سبب مسئله، اگه ما فرضمون بر این باشه که ایالات متحده از میزان مسئولیتاش در خاورمیانه کم میکنه و در عوض به اصطلاح مسئولیتاش رو در حوزه های دیگه به حوزه های دیگه تغییر میده، اون موقع ایالات متحده و بحرانی که در خاورمیانه ایجاد خواهد کرد طبیعتاً دوباره مسئولیت وجود خواهد آورد. معنای این کلمه اینه، بنده با این فرض موافقم که ایالات متحده نوع استراتژیکش به نسبت خاورمیانه تغییر کرده و این نگاه بیشتر به حوزه های معطوفه که در اون حوزه ها بیشتر به فرض مثال چین در اولویته. اما مسئله‌ای که در خاورمیانه وجود داره، پایه هایی که در خاورمیانه وجود داره، به معنای ایجاد بالانس نیست، چون امکان ایجاد بالانس در این منطقه از بین رفته یا امکانی که میتونست این بالانس یا این توازن رو وجود بیاره طبیعتاً این امکان در حال حاضر نه موجوده و نه افکاری وجود داره که بتونه اون رو به سمت و سوی هدایت کنه. ببین در خاورمیانه ما در حال حاضر جبهه جمهوری اسلامی رو داریم که اسمش رو گذاشته محور مقاومت، اسرائیل رو داریم که به تنهایی در طول تاریخ در این منطقه فعال بوده و کشورهای عرب سنی که در حوزه خودشون رو به دنبال ایجاد یک نوع امنیت بودن. بازی که در حال حاضر در این منطقه به هم خورده اینه که محور مقاومت به سمت این بازی رو به هم ریخته که
امنیت اون چیزی که ایالات متحده در منطقه میخواد به خطر میفته و از طرف دیگر اسرائیل هم با پروژه صلح بلند مدتش با عرب سنی به سمتی حرکت میکنه که بتونه طرف دیگر رو به حاشیه برونه. ولی آیا محور مقاومت آیا دستش وقت کم است؟ آیا محور مقاومت همون قدرت پیشین رو داره به خاطر فشار حداکثری که ظرف سالهای اخیر بوده؟ اتفاقاً یکی از موضوعات خیلی جالبی که به نظر بنده دست آقای بایدن رو در رابطه با ایران خیلی بازتر میکنه، به این معنا که این محور مقاومتی که جمهوری اسلامی هزینه های کلان مملکت رو در این مسئله صرف کرد شکننده به اون معنا که اون بستری که در سوریه وجود داشت، در عراق وجود داشت، در لبنان وجود داشت و یا در حوزه های دیگه، این بستر چنان شکننده شده که بازیگرانی که در این کشورها در حال اوجگیری یا قدرتگیری هستن که هیچ کدومشون اعتقاد راسخ یا از بازیگران راسخ به این محور مقاومت نیستن. به همین دلیله که در این حوزه آقای بایدن بیشتر میتونه به اصطلاح با جمهوری اسلامی یا اون برجام دو یا برجام سه که قبلا دنبالش بودن بتونن در به اصطلاح اگر وارد مذاکره جدیدی با جمهوری اسلامی بشن بتونن بیشتر از اون استفاده کنن. من میخوام 30 ثانیه آخر رو هم بدم آقای عزیزی. بگید آقای عزیزی اگه نظری دارید. بله، من دو تا نکته بود سریع فقط میگم. یکی این که من خیلی دیدم این حرف تکرار میشه، هم مهمان شما هم تو خود بی بی سی برنامه‌های مختلف، که هزینه‌ای که ایران میکنه هزینه زیادیه و از نمیدونم چیزای دیگه میزنه. هزینه من همین امروز بررسی میکردم، شما افراد جوان هستن، بینندگان شما میتونن دسترسی به اینترنت دارن برن سرچ کنن، هزینه نسبی نظامی و امنیتی که ایران داره خرج میکنه نسبت به سرانه درآمدش، نسبت به مرزهاش، نسبت به مساحتش، نسبت به جمعیت کشورش، از تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، از عراق، از ترکیه، از اردن، از اسرائیل کمتره. این حرف که ما باید از امنیتمون و از مسائل نظامی و امنیتی بزنیم تا به داخل برسیم اشتباهه. فساد داخل باید حل بشه. اون یه بحث دیگه است، حالا الان وقتش نیست. نکته دوم اینه که من همیشه شنیدم این رو، آقای پمپو میگه محور مقاومت ضعیف شده، اینورم یه سری میگن محور مقاومت ضعیف شده. میگه آقا شاهد چیه؟ شاهد این ارائه نمیکنن. ببینید ایران وقتی وارد سوریه شد که دو سال آخر آقای احمدی‌نژاد، خود دولت آقای احمدی‌نژاد مخالف بود، آقای هاشمی مخالف بود، وضعیت بودجه کشور خراب بود. ما در همه این 40 سال میگن وضعیت خرابه، ولی ما می‌بینیم قدرت منطقه ایران بیشتر و بزرگتر شده و اتفاقا محور مقاومت الان قوی‌تر از زمانی که آقای پمپئو و آقای ترامپ از برجام خارج شد. متشکرم از هر دوی آقایون، آقای عزیزی و آقای دستپیش. می‌دونم آقای دستپیش شما مخالف هستید و می‌خواید نظر بدیم، ولی متأسفانه وقت نداریم و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. ما سعی می‌کنیم این بحث رو در شب‌های آینده، برنامه‌های آینده ادامه بدیم. ممنون از شما.